دادگاه قانون اساسی کولومبیا روند مذاکرات صلح بین دولت و شورشیان فارک را تسهیل کرد. عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور روز چهارشنبه با اصلاح قانون اساسی به نفع امکان فعالیت سیاسی شورشیانی که سلاح بر زمین گذاشتند و همچنین پیگرد مرتکبین جنایت علیه بشریت موافقت کرد. دولت کولومبیا ضمن استقبال از این تصمیم دادگاه از آن به عنوان زمینه قضایی لازم برای پیشبرد مذاکرات صلح یاد کرده. همزمان خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری این کشور از آمادگی خود برای مذاکره با رهبر شورشیان ELN با هدف سرعت بخشیدن به روند مذاکرات صلح خبر داد. سازمان چریکی ارتش آزادی بخش ملی بعد از فارک دومین تشکیلات مارکسیستی است که از حدود نیم قرن پیش علیه دولت مرکزی بوگوتا فعالیت مسلحانه انجام می‌دهد و بیش از 3000 نیرو دارد.